طالبان 70 تن را در پنجشیر تیرباران کردند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و وقتتان بخیر. خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای خبری این کانال. 8 صبح کابل. جنایت جنگی و نسل کشی طالبان در هفته گذشته 70 اسیر را در پنجشیر تیرباران کردند. بر اساس اظهارات منابع محلی، طالبان همزمان با حمله تصفیه‌ای در پنجشیر ده‌ها چریک جبهه مقاومت و شماری از افراد ملکی را در هفته گذشته در این ولایت نخست به اسارت گرفته و سپس تیرباران کرده اند. این اقدام خشم سازمان‌های فعال در عرصه حقوق بشر را برانگیخته است. سازمان عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تیرباران اسیران جنگی از سوی طالبان را جنایت جنگی عنوان کرده و از سازمان ملل متحد خواسته اند که هرچه زودتر وارد عمل شود و جلوی این اقدام طالبان را بگیرد. شماری از فعالان حقوق بشر و شهروندان کشور این عمل کرده طالبان را در مغایرت با اصول و ارزش های انسانی توصیف می کنند و می گویند که این اقدام طالبان می تواند مصداق بارز نسل کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت تلقی شود. بر اساس اظهارات منابع محلی، طالبان در هفته گذشته 22 و 23 سنبله با لشکر چند هزار نفری به پنجشیر هجوم برده و افراد وابسته به جبهه مقاومت ملی را نخست اسیر گرفته و سپس شکنجه و وادستان بسته تیرباران کرده اند. روزنامه 8 صبح به فهرست افراد دست یافته است که در جریان 3 روز در هفته گذشته توسط نیروهای طالبان در پنجشیر تیرباران شده اند. بر اساس این فهرست بیش از 70 تن در پنجشیر از سوی طالبان تیرباران شده اند. این فهرست علاوه بر نیروهای جبهه مقاومت، مردان کهنسال و غیر نظامیان را نیز شامل است که وابستگی به این جبهه نداشته اند. منابع محلی در پنجشیر به روزنامه 8 صبح می گویند که طالبان در جریان هفته گذشته هزاران جنگجو به این دره فرستاده بودند. این جنگجویان پس از چند شبانه روز جنگ شماری از نیروهای جبهه مقاومت را به شکل گروهی اسیر گرفته و پس از شکنجه تیرباران کرده اند. با این حال روزهای 22 و 23 سنبله بیشتر از 3 نوار تصویری از بازداشت، شکنجه و تیرباران نیروهای جبهه مقاومت از سوی طالبان در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. این نوارهای تصویری نشان می دهند که جنگجویان طالبان اسیران جنگی را با سر دادن شعار الله اکبر تیرباران می کنند، در حالی که دستان این اسیران با ریسمان بسته شده بود و زمینه فرار نیز برایشان مساعد نیست. در یکی از نوارهای تصویری که روز دوشنبه هفته گذشته در روستای شابه از مربوطات ولسوالی خنچ پنجشیر و در شماری از مناطق دره عبدالاخیل ضبط شده نشان می دهد که طالبان اسیران جنگی را تیرباران می کنند و در برخی از این نوارها چهره های اسیران نیز دیده می شود. یک عضو خانواده حاجی ملک خان فرمانده ضد طالبان که از ذکر هویتش خودداری می کند بر روزنامه 8 صبح تایید می کند که به شمول فرمانده ملک 5 عضو خانواده اش نیز از سوی طالبان تیرباران شده اند. با گفته این عضو خانواده فرمانده ملک، طالبان در نخست همه اسیران را دست بسته در مقابل چشمان این فرمانده جبهه مقاومت تیرباران کرده و سپس خودش را با تکتیر انداز و قتل می رساند. در همین حال یکی از مسئولان ارشد جبهه مقاومت ملی در صحبت با روزنامه 8 صبح ادعا دارد که حدود 70 تن از نیروهای این جبهه که به طالبان تسلیم شده بودند دست بسته در نقاط مختلف پنجشیر از سوی طالبان شکنجه و تیرباران شده اند. با
با این حال صدای منفی به یکی از دستیاران خوجی فرهاد فرمانده جنگجویان طالبان در ولسوالی دردای پنجشیر در صفحه‌های مجازی دست به دست می شود و نشان می دهد که او از طریق مخابره هدایت خوجی فرهاد را به یکی از جنگجویان دیگر طالبان مخابره می کند. این فرمانده جنگی طالبان از بازداشت نزدیک به 100 اسیر جنگی خبر می دهد و هدایت می گیرد که این افراد باید تیرباران شوند. در این گفتگو فرمانده طالبان همچنان هدایت می دهد که از میان اسیران 5 فرمانده جبهه مقاومت را جدا بسازند و دیگران را بکشند. منابع محلی می گویند که طالبان عصر چهار شنبه 23 سنبله یک جوان 24 ساله را در ولسوالی رخه پنجشیر پس از شکنجه تیرباران کرده اند و گفته باشندگان محل این جوان رحیمداد نام داشت و به هیچ گروه نیز وابسته نبود. این گروه همچنان در دو رویداد جداگانه یک مرد کهنسال و یک اسیر جبهه مقاومت ملی را از منطقه و مرد ولسوالی خنج بازداشت و سپس تیرباران کرده اند. پیش از این نیز 3 تن از اسیران جبهه مقاومت را روز سه شنبه 23 سنبله در منطقه پوجاوه ولسوالی دره تیرباران کرده بودند. این گروه همچنان روز دو شنبه 21 سنبله محمد یار از فرماندهان جبهه مقاومت را با دو پسر جوانش با دستان بسته تیرباران کرده اند. این پدر و پسران از قرارگاه شابه ولسوالی خنج توسط طالبان اسیر شده بودند و شامگاه همان روز در ولسوالی دره تیرباران شدند. این گروه از تیرباران افراد وابسته به جبهه مقاومت ویدیو گرفته و در رسانه‌های اجتماعی پخش کرده اند. فهرست افرادی که در 3 روز هفته گذشته به اسارت طالبان در آمده و از سوی جنگجویان این گروه تیرباران شده اند نشان می دهد که در میان آنها 70 عضو جبهه مقاومت و 3 فرد ملکی شاملند. این فهرست بر اساس اطلاعات از منابع محلی گرد آوری شده است. منابع در جبهه مقاومت ملی نیز این فهرست را تایید کرده اند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.